دود چراغ خورده. این اصطلاح برای دانشمندان و کسانی به کار می رود که برای تحصیل علم و دانش سختی های زیادی را تحمل کرده اند. به همین خاطر اگر بخواهند از دانشمند و یا شخصی که تحصیلات بالایی دارد تعریف کنند، می گویند او دود چراغ خورده تا به این مقام رسیده است. داستان ضرب المثل. در گذشته و قبل از اختراع برق، مردم از چراغ برای روشنایی استفاده می کردند. دانشمندان در گذشته بیشتر در روستاها زندگی می کردند و امکانات زیادی نداشتند. آنها در شب برای اینکه بتوانند مطالعه کنند از چراغ استفاده می کردند. درون این چراغ ها باید روغن می ریختند تا روشن بماند. اما چون این دانشمندان در آن زمان توانایی خرید روغن برای چراغ را نداشتند، آنها سعی می کردند از روغن کمی برای روشن کردن چراغ استفاده کنند. اما چون روغن به اندازه کافی در چراغ نبود، چراغ دود می کرد و دیوار و سقف اتاق را آلوده می کرد. دانشمندان در همان دود چراغ شبها تا صبح مطالعه می کرد.